با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتتون هستم با جلسه دیگر از آموزش طراحی ابزارک برای وردپرس. خب همونطور که گفتم در این جلسه میریم سراغ حرفه‌ای کردن ظاهر ابزارکمون و یک ظاهر خیلی خوب بهش میده. خب پس مجبوریم یه سری از کدایی رو که اینجا نوشتیم و تغییر بدیم و اصلا پاکشون بکنیم. چیز دیگری که میخوایم با اینجا اضافه کنیم اینه که آیا کاربر میخواد که آواتار نویسنده رو ببینه، خب اون رو اضافه میکنیم. همون چک باکس قبلی رو کپی پیست کردم، فقط نامش رو میذارم مثلا آتر آواتار. خب و اینجا هم آتر آواتار و این رو هم میکنیم آتر آواتار. و میانیم این بالا خط رو این شکل در میانیم و همین رو براش کپی پیست میکنیم. نامش رو میذاریم آتر آواتار و به همین شکل اینجا اسمش رو میذاریم آواتار. این رو هم میکنیم باشید اینجا هم میکنیم، این هم میکنیم آواتار. خب فقط میمونه تو فانکشن آپدیت همینجا براش کپی پیست میگیریم، نامش رو میذاریم آواتار و این رو هم آواتار. خب این از این مورد. بعدی اینه که یک نگاهی من بهش بندازم اینه که بخوایم پست تایم نیل رو نشون بدیم یا نه. هممون تصویر شاخص فقط چیزی میمونه ما جای اشتباهی پوشیده کردیم. بعد اینجا یادم رفت این رو عوض بکنیم. نمایش آواتار نویسنده، تصویر شاخص هست، اون رو هم یکی واسه اش تپس میکنیم. نامش رو میذاریم تایم نیل و همون میذاریم تام تایم نیل. آواتار رو میخوریم تایم نیل. نام متغیر تایم نیل میکنم براش، این رو هم بنویسم تایم نیل. بخشید نمایش تصویر شاخص این بالا این خط رو دوباره تکرار میکنیم. بعد این تایمر رو من میذارم پایین که دوباره ننویسمش. متغیر رو میذارم تایم نیل و همینطور اینها رو. حالا میرم آپدیت رو دوباره این خط رو تکرار میکنم. این رو میدارم آبت وقتی میدیسم تایم نیل. خب این هم از این رو به این شکل آوردم. حالا بریم سراغ بخشی که میخواییم ظاهر ویجت رو نشون بریم. در بالا چی رو نشون میدیم؟ آواتار کاربر رو اول نشون میدیم و نام نویسنده رو و تاریخ رو. برای همین یه سری کمپلت حالا این رو با تکای دیو دوباره نویسیمش، یا اصلا میتونه اصلا این تکی یو ال رو میتونیم مثلا از بین ببریم. دلیلی نداره که بخوایم
از تگ UI هم میتونیم تگ های UI رو بذاریم و ولی تگ های دیو درونش استفاده کنیم، فرق نمیکنه هر جور که شما میلتونه. من حالا برای اینکه زیاد به اصطلاح پیچیده‌اش نکنم از همون تگ های UI استفاده میکنم، باشه تگ دیو استفاده میکنم، میام این UI ها رو از بین میبرم، کورسان کمپلت از بین میبرم، این شکل تقریبا درش میاریم. این رو من به این شکل در میارم، چه میرسم and for each. به این شکل درش میارم. خب در ازای هر کدومشون تک دیو میسازم، به این شکل یک کلاسی بهش میدیم، کلاس مثلا RC یا همون سنت کلاس RC recent past tax RC. tax recent past به این شکل درش میارم و در اونم در ابتدا یک تگ دیو باز میکنم. یک تگ دیو استفاده میکنم، اسمش رو میذارم آتر. کلاس آتر. خب حالا درسته، دارم درست شما میرم. خب این رو من اینجا میام نام نویسم، اول یک شکل ظاهری بهش بدیم که دقیقا بدونیم اون شکل ظاهریمون رو میسازیم، بعد در انتها کتا رو روش مثلا جایگذاری میکنیم. خیلی سریع پس جلو میریم. خب آتر، پس اول میخواییم اون آواتار رو نویسن در رو نمایش بدیم. اینجا میدونیستیم که echo get avatar خب avatar باید آیدی نویسنده رو بهش بدیم، اینو خودتون میدونید. خب خیلی راحت آیدی رو قبلا اینجوری و پاست باشه، پاست آتر این شکل نویسنده رو بهش میدیم. این قسمت بیایم یک رفرشی میزنیم ببینیم کدی که نوشتیم درست هست اصلا. سختی رفرش میشه معلوم چش. خب آره ببینید آواتارمون رو داریم، فقط آواتارمون خیلی بزرگه، میخوایم آواتارمون کوچولو باشن. من اندازه 32 رو براش در نظر میگیرم، میشه پارامتر دوم میتونیم اندازه رو بدیم، میشه 32. 32 به پیکسل باید وارد بکنید. خب ببینید الان به این شکل در میاد. من نام نویسنده هم خواهم در ادامهش باشه. در ازای هر چه میتونیم همون اول اصطلاحاً همه رو بگیریم و بعدها اونا رو اکو بکنیم. پس میتونیم اینجا یک متغیر بسازیم به اسم آواتار، برابر است با همین، همین رو بهش میدم و بعد نام نویسنده است آواتار، برابر است با get
ببخشید، ما برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم باید تو حالت پی اچ پی باشیم. میذارمش تو این حالت بفر آتر آتر برابر است با get user by field id post پست آتر. خب این از نویسنده فقط. خب حالا ما میخوایم لینک نویسنده رو هم داشته باشیم که وقتی روش کلیک میشه اصطلاحا پست رو بره به صفحه نویسنده. برای گرفتن لینک نویسنده از یک کتابه استفاده میکنیم به اسم get author post link. من براتون میارمش get author پست اضافه نه پست لینک اینترنتی که من اینجا دارم جلوی دستی کنده باشه ده نوشته حالا باید گت باشه حالا اصطلاحا برمیگردم اینا هاش این فانکشنی هست که ما دنبالشیم که یک آیدی رو ما بهش میدیم و اون چه یک نمونه کدی هم برامون گذاشته که مثلا بدونیم دقیقا چجوری کار میکنه و اون آدرس رو برای ما برمیگردونه. خب جا گفته در جلسه قبل گفتم که ممکنه به این شکل این رو اینجا با display name display نیم گفتیم که این تابه get user با یک تا چی برمیگردونه یک شیء یوزر برمیگردونه که ما میخوایم از فیلد دیسپلی نیمش استفاده کنیم به صورت خلاصه. پس اینجوری سر هم مینویسیمش سریع. این از این مورد و آتر لینک رو هم میگیریم آتر لینک یا آتر ادرس میتونه بنویسید به هر جور راحتید. get آتر پست لینک من همون پارامتر اول رو بهش میدم آیدی چی رو همین بالا نوشتمش دوباره نمیدیمسمش کپیش میکنم. خب این هم از اصطلاحاً لینک آتر. خب من میام تو بخش نویسندهمون اینجا یک رفرشی میزنیم نوشته اخیر باز میکنم. خب نمایش نام دسته رو داریم، نمایش نام نویسنده، نمایش آواتار نویسنده. خب اینا چک میکنیم هر کدوم ترو اول به صورت عادی می نویسیم بعد در نهایت می فاش هم میذاریم یا میتونید همون اول بذارید هر جور راحتی واسه اینکه کار راحت باشه و سریع تر جلو بره ما ایفا رو فعلا حذف میکنم. من معمولا عادت دارم اینجوری بدون اینکه اون کاندیشن ها یا همون شرط ها رو در نظر بگیرم می نویسم و بعد در نهایت اون شرط ها رو دونه دونه اضافه میکنم. حالا شما از هر روشی که راحت‌تر میتونید شرط رو از همون اول در نظر بگیرید. خب پس اول میخوام آواتار رو نشون بدم. اینجا اکو آواتار این از آواتار. خب آواتار رو پس من الان اینجا نشون دادم و در ادامهش میخوام چی رو نشون بدم؟ نام نویسنده رو داخل یک اصطلاحاً لینکی. پس یک تگ آ می سازم href از چی استفاده می کنم؟ اسکیپش می کنم برای چون ممکنه که کاراکترهایی توش باشه که مناسب برای خصوصیت نباشه. برای که اتریبیوتون رو با تابع اسکیپ ATTR اسکیپش میکنم. آتر لینک رو من اینجا حالا بهش میدم. خب اکو رو هم می نویسم اکو و اون متنش هم خب میشه همون آتر دیگه. یکم من سفر رو میارم این بر اکو اتر
خب این رو چکش میکنیم ببینیم پیغام خطایی چیزی نداشته باشه. لاین 119 میگه خطا داره. خطاش رو ولی یه لحظه من برگردم ببینم خطاش چی بود. همچنین فانکشنی وجود نداره، ولی در حالی که الان شما که من اشتباه آتر یو آر ال هست، ببخشید من لینک نوشتم چه یو آر ال خب ببینید الان موسا میبرم آدرسشون پایین میتونم ببینم. خب میتونید واسه پارامتر دوم همون نام چی رو بهش بدید که اون آدرس ها بهتر دیده بشه. ببین موقعی که من الان این پایین جایی که مسمن است رو نگاه بکنید و میبرم ببینید عدد مینویسه آدرس آدرس ها. اگه میخواید اون به قول معروف زیبا باشه اون آدرس ها، اینجا میتونیم نام رو بدیم، نام آتر رو بهش بدیم. حالا وقتی موسا میبریم ببینید حالا هنوز هم به همون شکل فرقی نکرد. ولی اصولا باید یک تغییری برامون ایجاد کنم. من حذفش میکنم همون به صورت عادی باشه، فرقی نمیکنه. خب این از نام ها. نام ها رو ما الان اینجا نوشتیم، کنارشون آواتار رو هم داریم. میخوایم تاریخ رو بندازیم سمت چپ، میام اینجا دیو یک دیو دیگه میسازم، کلاس چی بهش میدم این رو، کلاس دیت. خب دیت رو ما اینجا همونطور که توند کلاس قبل کار کردیم همجا بهش میدیمش. اینجا پس بنویسیم اکو دیت. میتونیم دیت رو هم از قبل اینجا آماده داشته باشیم. دیت پارامتر اول خب فرمت بود که من به این شکل دادمش طبق جلسه قبل. گفتیم که باید به چی تبدیلش بکنیم، زمان یونیکس باید تبدیلش بکنیم. در نتیجه با تابع استیارت تایم رو به زمان یونیکس اول تبدیل میکنیم. از خصوصیت پاس دیت باید استفاده بکنیم. خب بالا در انتها میام همین دیت رو اینجا فقط خیلی راحت این که از قبل همه رو بنویسیم. خوبش اینه موقعی که دارید داخل تگای HTML جایگذاریشو میکنید خیلی کوتاهتر میشه اون چیزی که دارید مینویسید. ببینید خیلی راحت و کوتاهتر دیگه، کلی تو در تو تو در تو نمیشه. این رو یه چکی ازش میکنیم. خب حالا من نباید ببینید داخل ویجت ها ما نمیام اینجا داخل خود اصلا اینجا بنویسیم مثلا استایل برابر است با فلوت لفت. خب هیچ وقت این کارو نمی کنیم. حالا من علتش رو اینجا خدمتتون عرض میکنم. دلیلی که اینجا ما این کارو نمی کنیم و تا حالا مثلا بیاییم بالایی ها رو فلوت رایت بدیم استایل فلوت رایت. ببینید دلیلی که ما این کار رو نمی کنیم، حالا اینجا ریخته میشم به هم اصطلاحاً، ما این رو بهتون میگم دلیلش چیه که ما این کار رو نمی کنیم. میتونیم یک فایل CSS رو به چی بدیم، به وردپرس بدیم و بگیم هر موقع ویجت ما استفاده شد اون فایل CSS رو بارگذاری کن. خب حالا ما الان اونجا فایل CSS رو نیاز داریم دیگه، من میخوام یه سری کدای CSS بنویسم. اون رو چجوری؟ اول من فایل CSS هم رو میسازم، میرم پوشه CSS و فایل CSS هم رو میسازم. نیو فایل
فاکس ریسنت پاست آر پی میذارم دات سی اس اس. مثلا میتونید بنویسیدش ریسنت پست ویجت سی اس اس. ببینید درسته، فینیش رو میزنم. حالا کدای سی اس اس هم میتونم اینجا بنویسم. خب حالا چجوری اینو به وردپرس بگیم بارگذاریش کن؟ داخل این قسمت، داخل کانستراکت میایم بهش میگیم که همون اد اکشن رو استفاده میکنیم، همون اکشن معروف آن کیو اسکریپت دبلیو پی آن کیو اسکریپت. خب حالا میخوام یه تابه بسازم به اسم جی اس و بدمش به اون. خب ولی جی اس درون اینه، ما نمیتونیم اینجوری بنویسیمش. خب واسه اینکه به وردپرس بگیم باید بهش بگیم که موقعی که میخوایم یک تابه رو ده که درون یک کلاس هست بهش بدیم، اول باید نام کلاس رو بنویسیم و بعد نام اون. میخوایم تابه بنویسیم به اسم جی اس، بعد بدون برای این کار باید یک آرایه بسازید، چون اگه جی اس خالی بنویسم اون دنبال یک تابه به اسم جی اس میگرده، نه تابه ای که درون کلاس است. نام کلاس رو اینجا می نویسم که اون شی رو که این متعلق به اون هست، خب میشه دیست دیگه، شی جاری دیست. پارامتر اول، پارامتر دوم و نام اون تابه رو می نویسم جی اس. خب حالا اون میتونم اون تابه جی اس هم رو بسازم. public function gs. خب حالا اینجا خیلی راحت بهش میگم. خب حالا باید بشه، حالا اینجا ما باید اول چک بکنم که آیا این ویجت بارگذاری شده اصلا یا نشده، بعد در اون صورت اون رو بارگذاری بکنم. اصطلاحا برای این کار ما میاییم از یک تابعی استفاده میکنیم به اسم isActiveWidget. کنم دو قبلا بارگذاری که آه اینه هاش is active widget. این چند تا پارامتر داره، callback widget ID ID. ما این دو تا رو اولی رو نمیخوایم، این حالا توضیحمون طولانی میشه، میگم قشنگ قشنگ اینو توضیحش بدم در ماجرا سر چیه. این widget ID میتونیم بگیم که اگه یک widget خاصی بارگذاری شد حتما اون چیمون رو بارگذاری بکنه، فایل ما رو. ولی ما میخوایم در هر صورت هر موقع ویجت همون بود، نه فقط یک ویجت یک دوی. این ویجت آیدی منظورم از یک ویجت خاص اینه که ما چند تا ویجت که میسازیم هر کدومشون یه آیدی دارن دیگه، هر کدوم که ما اینجا اضافه میکنیم. یعنی مگه من 5 تا نوشته های اخیر بیارم، هر کدومشون یک آیدی میگیره. خب میتونم بگم فقط همون یه دونه، ولی ما چی رو میخوایم؟ فقط یک آیدی خاص رو نمیخوایم، میخوایم هر نوع ویجتی که از نوع نوشته های اخیر بارگذاری شد اون فایل سی اس اس مون بارگذاری بشه. خب پس پارامتر اول رو فالس میدیم، پارامتر دوم رو هم فالس میدیم، پارامتر سوم این رو بهتون میگم الان چجوری آیدی چمون رو به دست میاریم. این آیدی بیس همین چیزی است که اینجا معرفی کردیم. چا بیاید بالا تو کانستراکت آیدی بیس یک چیزی ما به عنوان آیدی دادیم اینجا، این آیدی بیسمون بود دیگه، درسته؟ خب این رو میتونیم این رو بهش میدیم و اسکیپ این اکتیو رو هم و بعد ترو بذاره. ما که نمیخوایم چک بکنه که آیا یک ویجت غیر فعال داریم یا نه، این رو نیاز نداریم. همونطوری که به عنوان نمونه اینجا گذاشته فالس فالس، دقیقا همینو همین چیزی که اینجا هست همین رو باید استفاده بکنیم. من همین رو براش کپی میکنم که دیگه وقتمون رو نگیریم. حالا میتونیم من بنویسیمش، فرقی نمیکنه. به پایین میام اینجا، پس یک if میذاریم و داخل اون if چک میکنیم is active widget. با این تابه چک میکنیم که آیا widgetمون داخل sidebar هست یا نه. پارامتر اول false، پارامتر دوم false، پارامتر سوم رو اون آیدی بیس رو طبق همین چی میتونیم به دست بیاریم به این شکل. ببینید آیدی بیس هستش که کلمه کلیدی دیس به شی جاری اشاره میکنه و آیدی بیس رو بهش میدم. و آخری هم ترو ما چیا رو نمیخوایم،
نمیخوایم چک بکنه که آیا داخل این اکتیو ها هم منظور اینجاست. این تابه ببینید، اصلا این تابه چک میکنه که آیا ما ویجتی داخل این ساید بارا داریم یا نه. اون پارامتر آخر میگه آیا تو این غیر فعال ها هم هست، ما اونو میگیم چک نکنه دیگه. وقتی ترو بهش میده میگیم اونو چک نکن، پارامتر آخر رو وقتی ترو میکنه. خب میخوایم وقتی که این ترو برگردون ما اون فایل سی اس اس مون رو چک کنیم. دبلیو انکیو استایل یک هندلر بهش میدیم، اسمشو میذاریم تاکس recent post. خب تو پارامتر دوم باید آدرس رو بهش بدیم دیگه. آدرس رو خب همون میشه، چون داریم توی تم، داریم توی یک تم برنامه‌نویسی می‌کنیم، میشه تمپلیت دایرکتوری. خب get template directory uri concatenate، یک جدا کننده میذارم و پوشه CSS و نام فایل CSS مون که الان من اینجا کپیش میکنم چون طولانی هست. خب به این شکل، خب هم این شکل خیلی راحت میتونیم یک فایل CSS رو بارگذاری کنیم. این هستیم، این هم از کدی که برای بارگذاری فایل CSS همون استفاده کردیم. حالا میتونیم از کلاس هایی که اینجا ساختیم استفاده کنیم. من این رو میذارم داخل این فایل. کلاس آتر رو میخواستیم فلوت رایتش بکنیم، کلاس دیت رو میخواستیم فلوت لفت بکنیم. اول از دیت شروع میکنیم. float left. خب حالا رفرش میکنیم ببینیم آیا کلاسمون رو گرفته یا نه. یه کمی اینجا باید حتما رفرش بزنیم. رفرش رو میزنم، رفرش رو اینجا میزنیم. خب F12 هم میزنیم ببینیم فایلمون بارگذاری شده. خب بله ببینید نام فایلمون هم هست اینجا float left. خب میایم به این دیوایی که اینجا دادیم، بله اینجا این یک کلاس clear بهش میدیم، یک کلاسی میسازم اسم clear که فیکسش بکنم اینجا. چون کلاسی میذارم اسم کلیر، چون وقتی اینا رو فلوت میکنیم میریزه به همون میفته پایین، میخوایم این رو فیکسش بکنیم. پس همون از کلیر فیکس قبلا این رو تدریس کردم، کلیر افتر رو میدیم. اینجا میریزیم کانتنت دیسپلی بلاک و کلیر بوت. خب این چیکار میکنه؟ موقعی که یک تگی رو شما داخلش کلیر چه میدید فلوت میکنید، اون تگ اصطلاحا کانتینرش رو از دست میده، نمیتونه دیگه اونا رو کنار هم دیگه قرار بده. ما با این کار میتونیم کاری کنیم که اون حالت به هم ریختگیش از بین بره. خب اینو قبلا چندین و چند بار تو کلاس های دیگه در موردش صحبت کردیم که کلیر فیکس بهش میگن اصطلاحا. یه تعداد توضیحش نمیدم، رفرش رو میزنم. خب حالا اگه ما این رو کلیر اینو فلوت رایت بدیم الان باید مشکلمون برطرف بشه. رو من میگیرم کلاس آتر، کلاس آتر رو فلوت رایت بدیم. خب الان دقیقا اونجوری که میخواستیم شد، دقیقا افتادن روبروی هم دیگه. چیکار کردیم الان دقیق؟ اومدیم که دو تا تگ دیف ساختیم، یکیش رو کلاس آتر دادیم، یک کلاس دیت، این رو فلوت لفت کردیم که سمت چپ وایسه و این یکی رو فلوت رایت کردیم که سمت راست وایسه. به این شکل
خب حالا در ادامه میایم عنوان رو می نویسیم. یک کلاس دیگه می سازم. خب داخل اون یک کلاس دیگه می سازم. نام این رو من می نویسم که اینو بهش میگم کلاس. حالا دیگه کلاسی بهش نمیدیم، همون مت عنوان رو خیلی راحت داخلش می نویسیم. اینجا می نویسیم که قبلا اینجا باید عنوان رو به دست بگم، خب خیلی راحت به دست میاد، لازم نیست جداش بکنیم. اکو پست پست تایتل، خب رفرش میکنیم. خب ببینید الان عنوان همین جلو برای ما قرار گرفت. خب فقط برای اینکه اینا از هم دیگه جدا بشن، اینو برای که هم از هم دیگه جدا بشن، ما این رو یک کاری میکنیم از پایین به این شکل. خیلی راحت میتونیم از پایین بگیم که مارجین تاپ یا باتم فرقی نمی کنه، 10 پیکسل. یکم این فاصله بگیرن از هم دیگه به این شکل، و میتونیم بگیم این خط باریکی هم زیرشون بندازه که از هم دیگه بهتر جدا بشن. border سالید 2 پیکسل و من RGBA استفاده میکنم، رنگ مشکی میدم و اون رو 0.3 میکنم، حالت خاکستری کم رنگی به خودش میگیره به این شکل در اومد. فقط میخواییم border bottom باید میدادیم، ببخشید. واسه اینکه کم رنگ در بشه 1.1 میکنم. ببینید یک ظاهره بهتری به خودش گرفت. خب آواتارها رو داریم، نام نویسنده رو داریم، عنوان هم داریم، فقط میخوایم پاس تایمنل رو بذاریم. خب پاس تایمنل رو من اینجا به این شکل یک متغیر میسازم به اسم تایمنل برابر است با از تابعه get the post thumbnail استفاده میکنم. پارامتر اول ID هست که ID پست هست، اون رو بهش میدم از همون ID شی پست استفاده میکنم. پارامتر دوم به صورت آرایه بهش میدیمش، اندازش هست که من 1064 در نظر میگیرم. بذاریدش توی یک آرایه، همین عدد 64 رو بنویسید نمیگیرش، باید توی یک آرایه باشه. باشه من اینو اکو نکردم، و اینجا این رو ما اکو میکنیم. اکو تایمنیل این تایمنیل ها هم اینجا قرار گرفتن. رو باید فلوت به سمت چپ کنیم. ببینید یک چی دارن به اسم پاست WP، ببینید دارن یا همون پاست 64 دارن. خب اون اندازه شونه میتونیم از اون استفاده بکنیم، اینکه از WP پاست ایمیج استفاده و WP پاست ایمیج استفاده میکنیم. من از این استفاده میکنم. مثلا پاست رو میذارم این ورش، float left به این شکل در اومد. خب همون کلاس clear رو هم به این دیو پایین میدیم، کلاس clear
و این شکل در اومد. خب و میتونیم یک کمی هم زیباترش بکنیم اصطلاحا، بگیم که پدینگ 3 پیکسل و باکس شادو 0 0 3 پیکسل RGBA رنگ مشکی به 1/3 آلفا داشته باشه. یک سایه میندازیم زیرش، به این شکل در میاد. ببینید خب، و اون ده پست رو هم میتونیم اصطلاحا پایینش قرار بدیم. در نهایت یک تگ دیگه میسازم و حسابی ده کتگوری استفاده میکنم. همونطوری گفتیم تابعه یک کتگوری یک چی میگیره، یک جدا کننده میگیره و در پارامتر بعدیش هم کافیه که آیدی پست رو بهش بدیم. خب به این شکل در اومد. ببینید ما این رو چک بکنیم ببینیم که فلوتش درست هست اصلا. فلوت لفت شده، مشکلی نداره. میتونم اینا رو هم اینجا این پایین از هم دیگه جدا بکنیم. مثلا این رو هم برای این پست هم میتونیم خیلی راحت یک تگ دیویدی که من اینجا بسازم میتونستیم به این کار راحت تر هم میتونستم بکنم. اینجا تگ دیو بسازیم، تایم نیل رو بذاریم درون اون، کلاسش رو بذاریم تایم نیل، کلاس تایم نیل. ببینید به این شکل در میاد و این رو هم تگ این رو هم یه تگ دیوی دیگه میسازیم. و کلاس این رو میزنیم تایتل و این رو هم قرار میدیم فیما بینش. این دو تا خط رو من از بین میبرم و اینجا کلاس تایتل رو فقط واسه اینکه درست بشه اینو میذاریم بالا. برای چی میذاریمش بالا؟ تا این پایین افتادنش درست بشه. این اینجا پایین میافته. بعد الان درست شد. خب این هم از ویجتمون. اصطلاحا ظاهره خیلی بهتری بهش دادیم اینجا. این یکی ویجتمون خوب چی نداره، فقط جلسه بعد من این ایفا رو بهش اضافه میکنم که اگر تایم نیل انتخاب شده بود نشون بده، اگر انتخاب نشده بود نشون نده، و اگر آواتار رو انتخاب تیک داشت نشون بده، اگر تیک نداشت و اگر این موضوعات تیک داشتن نشون بده، اگر تیک نداشت نشون نده، و به همین شکل این ایفا رو بهش اضافه میکنم تا ویجتمون به اتمام برسه. این جلسه رو من اینجا تموم میکنم و امیدوارم از این جلسه هم استفاده لازم رو برده باشید.